خداوند در اشعیا باب 55 آیه 11 می‌فرماید همچنان کلام من که از دهانم صادر می‌شود نزد من بر نخواهد گشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد. آمین. آنچه را که خداوند امروز در زندگی ما می‌خواد هدفمند به انجام برسانه انجام خواهد داد. آمین. هفته پیش از آن شنیدیم که از سه حوزه نفس ما چطور شکسته و تخریب میشه، مرور کردیم با هم، نیست؟ این سه حوزه چی بود؟ شرایط زندگی، انتخابات خودمون و یک عامل انسانی بود که آینه نفس ما رو چطور خط خطی و شکسته میکرد. ما متوجه شدیم که خدا مثل یک کارگردان متبحر چطور اجازه نقش‌آور آفرینی در اون سناریو خودش، در اون داستان خودش به مردی به نام مفیبوشت که شرایط زندگی او رو شکسته بود، داغون کرده بود، اجازه میده نقش آفرینی کنه در داستان زیبای خودش، که در نهایت شنیدیم که او رو از زمین ویران لودبار خواند، حمل کرد و چطور پاهای علیل او رو، شکستگی های او رو پوشانید. آمین. امیدوارم یه کمی یادتون باشه. در نتیجه میخواستم از طریق این داستان گذشته خودمون، یعنی خدا میخواست از طریق این داستان گذشته خودمون رو و داستان نجاتمون رو و مراحل تبدیل خودمون رو بعد از نجات به صورت سمبولیک یه بازنگری داشته باشید. مطمئنم که درک کردین این کلام و اگه کسایی که نشنیدن تشویقتون میکنم که حتما گوش بدید. اما امروز عزیزان میخوام به دومین حوزه که آینه زندگی ما رو بد جوری آسیب میزنه بپردازیم. انتخابات اشتباه. انتخابات اشتباهی که در طول زندگی خود سهواً یا عمدن انجام دادی. وقتی این اشتباهاتو کردی، هر بار که به آینه زندگیت نگاه میکنی، هر چقدر که ظاهرن در خوشبختی و موفقیت باشی، ناامنی رو، اون ناخوشنودی رو عزیزان در عمق وجودت به وضوح میبینی، حس میکنی. نمیدونم تجربه کردین یا نه، این حوزه بد جوری نفس ما رو خط خطی میکنه، بد جوری ما رو با احساس دردناک محکومیت و تقصیر پر میکنه. وقتی یادت میاد که چه اشتباهی کردی، شاید هر دم در روز چندی بار به خودت میگی کاش اون روز این اشتباه رو نمیکردم، کاش به زمان به عقب بر میگشت و چنین انتخابی رو نمیکردم، کاش ای خداوند این درد پشیمونی رو نداشتم. نه فقط همین، بلکه تو در بعضی از نقاط زندگی خودت خودتو آزاد و رها نمیبینی. گاهی میبینی مسائل منفی، مسائل تکراری مثل یک سایه‌ای روی زندگی تو داره حرکت میکنه. شاید در نظر دیگران تو زن و مرد خیلی خوشبختی باشی، ظاهراً هم این دیده میشه، نیست؟ ولی خودت میدونی واقعا چه دردی گاهن در درونت رخنه میکنه. و این بار عزیزان کارگردان آسمانی ما با یه سناریوی بی نظیر که در اون مردی این چنینی با چنین تجربه‌ای داره هنرنمایی میکنه به صحنه نمایش میاره و سعی میکنه که با کمک روح القدس در نهایت به ما کمک کنه امروز که از این درد بی درمون احساس تقصیر و محکومیت آزاد و رها بشیم. باشه که در نام عیسی مسیح خدمت روح القدس از طریق موعظه ضعیف من قلب‌های شما عزیزانم رو لمس کنه و تمامی افکار خودش رو در روح و روان عزیزانی که مخاطب هستن وارد کنه. باشه که در نام عیسی مسیح پیام آزادی و رهایی باشه از بندهای دیرینه، از اون لعنتهای ریشه‌ای که ما رو روی ریلی قرار میده که نمیدونیم چجوری ازش بیرون بیایم.
تو امروز در نام خداوند پاهای ما از سرزمین تقصیر و محکومیت به سوی رستگاری و آزادی حرکت کنه. داستانی رو میخوام براتون تعریف کنم که احتمالاً به امید خدا این مطلب رو یکم باز کنه. داستان پسر کوچیکیه که این پسر عاشق آب بازی بود، یعنی هر جایی که آب میدید فقط دلش میخواست بره اونجا، و خانواده به پیکنیک رفتن، توی مکانی رفتن که آب اونجا بود، یه دریاچه بود، ولی مکان ممنوعه بود و اجازه نداشت کسی وارد اون آب شه به خاطر اون سنگ‌های بسیار تیز و خطرناکی که اونجا بود. مادر دائم به پسرش میگفت مبادا وارد این آب بشی چون صدمه خواهی دید. ولی یک روز که چشم مادر رو دید، این پسر شیرجه توی آب زد. میتونین تصور کنین چه اتفاقی افتاد. زخمای خیلی عمیقی در سر و صورت و دست و پاهای او به وجود اومد. آمبولانس اومد اونو بردن. در حالی که میبردن بیمارستان، همینطور این پسر دست مادرش رو گرفت و مادر واقعا منو ببخش. نااطاعتی منو ببخش. و مادرم گفت بخشیدم. اوکی. سالها گذشت. و هر بار که این پسر آثار این زخمای عمیق رو تو بدنش میدید، دوباره میدوید سراغ مادرش، مادر ببخش، منو ببخش. مادر به اون میگه پسرم عزیزم، تو باید بفهمی که جای این زخم و نتیجه نااطاعتی تو بوده، انتخاب اشتباه تو بوده. این زخما و اثر این زخما ربطی به بخشیدن و محبت ما نداره. محبت ما بدون قید و شرطه و هیچ ربطی به این اثر این زخما نداره. دلیلی که اینم دارم میگم عزیزان، اغلب ما با افرادی روبرو میشیم که فیض خدا رو، محبت خدا رو با زخمایی که به خاطر اشتباهات، نااطاعتی ها، بی حکمتی های خودشون در اونا به وجود اومده اشتباه میگیرن. بسیاری افراد هستن که به فیض خدا شک دارن، فقط به خاطر آثار زخمی که از گذشته در زندگی اونا به جا مونده. بسیاری از آن هستن که به خاطر این زخما دشمن چقدر راحت اونا رو به کار میگیره که اونا در پادشاهی خداوند کارآمد نباشن و ثمردهی ندن، در حالی که کلام خدا بارها و بارها گفته اگر توبه کنی به همان اندازه که مشرق از مغرب دوره، گناهای تو رو از تو دور میکنم. آمین. اما عزیزان، اما دریغا کسی برای جای زخما نمیتونه کاری بکنه. ما اگر در زمانی انتخاب نادرستی به ضد قوانین خدا که در کائنات حاکمه، چه سهوًا چه عمدن انجام دادیم، روزی با جای اون زخم مواجه خواهیم شد که این اسمش چیه؟ قانون کاشت و برداشت، که هیچ ربطی به فیض و محبت خدا نداره. آمین داره یا نه عزیزان؟ و کاشتن و درو کردن هرمون اندازه واقعی که ماه ستارگان حقیقت دارن، قانون کاشت و برداشت همونقدر حقیقت داره که جاذبه زمین حقیقت داره و از اول تا آخرش کتاب مقدسیه. در مورد کاشت و برداشت سه اصل مهم هست که باید یاد بگیری. یک، هرچه بکاری همون رو درو میکنی. اگه گندم بکاری گندم درو میکنی. اگه احترام بکاری احترام درو میکنی. اگه سالها بذرهای بیعتمادی کاشتی بیعتمادی درو میکنی، حداقل تا چند سال. اوکی عزیزان؟ دومین اصل، به همان میزان که بکاری درو میکنی. تو نمیتونی چند تا گندم بکاری و انتظار یه محصول فراوان داشته باشی. سومین اصل، مهم نیست چقدر طول بکشه، اگر بکاری درو خواهی کرد. و این
اون صورتش هم کاملا صحیح و کتاب مقدسیه. آیا وفادار بودی؟ سخاوتمند بودی و ندیدی؟ خداوند میگه به کاشتن ادامه بده، به زودی محصول رو درو خواهی کرد. آیا در موردی مدت هاست که دعا کردی، منتظر بودی، ولی هنوز جواب دعاتو نگرفتی؟ خداوند میگه به دعا کردن ادامه بده، محصول در راهه. در غلاطیان باب 6 آیه 9 میگه نیکوکاری خسته خاطر نشو، چون در موسمش. همه با هم بگیم اما قهرمان امروز داستان ما و اون حکمت فیلمنامه نویس آسمانی و اون تخیل بی نقصش درست عزیزان در مکان و زمان درست وارد صحنه میشه، که به نظر من یکی از بهترین داستانهای عهد عتیقه که خداوند نوشته، که در مورد مردیه که مثل برخی از ما عزیزان بیقرارانه در جستجوی موفقیت‌های شخصی برای خودش، برای خانواده‌اش و برای رسیدن به اهداف خودش بذرهای بسیار اشتباهی کاشت. داستان شخصی رو امروز مرور می‌کنیم که با تمامی موفقیت‌هایی که به دست آورده بود دائما با مسائل تکراری و منفی روبرو می‌شد. با این که در فیض و فراوانی خدا زندگی میکرد ولی هنوز آزاد و رها نبود. داستان شخصی که در نام خودش به تله افتاد. میتونین حدس بزنین این کی بوده عزیزان؟ یعقوب. در پیدایش باب 27 تا باب 33 تمام این داستان رو میتونیم بخونیم. پدر او اسحاق بود، مادرش ربکا بود، ربکا نازا بود، همسرش برای او دعا کرد، ای خدا یه پسر به او بده، خدا به جای یه پسر دو تا پسر کاکلزری به اونا داد. اونا پدر مادر خوبی بودن عزیزان، ولی مثل من و تو کامل نبودن. یک حقیقت رو والدین عزیز باید بدونن، تمامی پدر مادرای خوب خطاکارن. آمین. و آنها هم یکی از این خطاهایی که کردن در نامگذاری بچه هاشون بود. اولین پسر که پرمو و قرمز بود گذاشتن عیسو، و دومین پسر رو که موقع تولد پاشنه پای برادرش رو گرفته بود گذاشتن یعقوب، که در زبان عبری بدترین نامه، یعنی فریبکار، حق باز، دستیس چین، متقلب، چاخان. و یعقوب هم از آن کاملا مطابق با اسمش زندگی کرد، با تردستی و ترفندهای خاص خودش. اولین کاری که حق نخست‌زادگی برادرش از او گرفت، که ارث بسیار عظیمی بود، ارثی که در آینده نشون میداد کی رئیسه. این ارث رو از آن خودش کرد. و عیسو برادرش وقتی متوجه حق بازی های او شد، در باب 27 آیه 41 میگه با خودش گفت او تمامی سالهای عمر منو به یغما برد، منتظر میمونم وقتی پدرم مرد او را خواهم کشت. و یعقوب با امداد مادرش، چون خیلی مامانی بود و این مادر بسیار طرفدارش بود، برای حفظ جانش به حران نزد داییش لابان فرار کرد. تا چی بشه؟ نوشته تا خشم و غضب عیسو از او برگرده. فقط یه زمانی بره، رفت که برگرده. 21 سال از نزد لابان موند. و این خدای قادر مطلق عزیزان، این خدای پاک و مبرا از بدی، این حق باز رو بسیار برکت داد. باورتون میشه؟ این رسوایی فیض عزیزان. و دختر دایی زیبای خودش راحیل ازدواج کرد، مال و منال هنگفتی رو
به دست آورد 12 تا پسر، غنائم وافر، کنیزان، خدمتگزاران، نمیدونم، در حالی که در فیض و فراوانی بود، از طرفی هم دائم از عواقب اعمال خودش به فراوانی درو میکرد. دائم با مسائل منفی و تکراری مثل لعنت روی زندگی او بود مواجه میشد. خیلی جالبه، لابان دایی او با اون زیرکی خاورمیانه که میشناسیم هممون، نیست؟ با اون زیرکی مشرقگونه، یه وسیله عالی در دستای خدا بود که یعقوب آنچه که کاشته بود درو کنه. سوال اینجاست، آیا جاهایی در گوشه کنار زندگی تو وجود داره که مسئله منفی هی تکرار بشه که بگی هرچی سنگه مال پایین لنگه؟ آیا با تمام برکاتی که هست توی زندگی تو، فیض خداست، ولی همچنان سایه ای از مسائل منفی توی زندگی تو در حال حرکته که آزارت میده؟ کلام خدا میگه این احتمالاً میتونه قانون کاشت و برداشت بشه که تا چندین نسل عزیزان ما رو در بر میگیره و باید یک جایی متوقف بشه. و یعقوب در پیدایش باب 32 بعد از 21 سال که نزد لابان بود داییش، اول از عیسو فرار کرد، بعد از 21 سال نوشته فریب داد داییشو و دست داییه فرار کرد که خدا گفت برگرد، برگرد به زمین مولود خودت. و وقتی داشت بر میگشتید، عیسو هنوزم بعد 21 سال منتظرشه، هیچ راه رفت و برگشتی نداره. او باید با برادر آزرده خودش روبرو میشد. و کلام خدا میگه، بسیار عزیزم، من خود دارم خلاصه میکنم، مرسی برای تحمل و صبری که اشتیاقی که تا آخر به خرج خواهین داد و این کلام رو خواهین گوش داد. آمین. من خودم هم موعظه های طولانی از اینکه بگم خسته میشم راستش، و از اینکه بشنوم هم خسته میشم، ولی دیگه بیشتر از این نمیتونستم جمع و جوش کنم. و آمین که خداوند به شما اشتیاق شنیدن بده. و او قاصدی رو فرستاد، یعقوب، که از قبل دل عیسو رو به دست بیاره. در باب 32 آیه 6 میگه، پس قاصدان که رفتن پیش عیسو نزد یعقوب برگشته گفتن، نزد برادرت عیسو رسیدیم، اینک با 400 نفر داره به سراغت میاد. و یعقوب که حسابی ترسیده بود شروع به التماس نزد خدا کرد که شاید بتونه با دعا و استغاثه خدا رو تحت تاثیر قرار بده. چقدر زیبا آیه 11 این استغاثه‌شو میگه، اکنون ای خدا و من رو از دست برادرم نجات بده، من رو رهایی بده، چون من از اون میترسم، مبادا بیاد منو بزنه. حالا من که هیچی، هنوزم داره حق بازی میکنه، من که هیچی، حداقل به فکر من نیست این زن و بچه ها رو، اینا رو این طفلک ها، دلت به حال این، حالا من حق بازی کنم رحمت به اینا بیاد، نیست؟ و وله میکنه. یعنی در آیات بعد میبینیم چه پروگرام قوی یعقوب حراسان طراحی میکنه. در باب 32 آیه 7 میگه، آنگاه کسانی که با وی بودن با گوسفندان و شتران و تمام رو به دو دسته تقسیم کرد و گفت هر گو عیسو بیاد اینا رو بزنه، اول اینا رو بزنه، بعد کنیزا رو گذاشت، قشنگ دستبندی کرد، بعد بیچاره اون زنی که زیاد قیافه نداشت لیه رو گذاشت با بچه ها، آخر همه عزیز گرامی خودش راحیل زیبا و یوسف رو گذاشت، گفت اگه اومد اینا رو بزنه اینا سالم بمونه، اگه دست دوم رو زد سومی سالم بمونه، اگه سومی رو زد حداقل راحیل عشقم اون بمونه. عزیز گرامی، همه رو عزیزان نوشته کلام خدا از گذرگاه یعقوب به آن طرف اردن عبور داد. وقتی همه رو عبور داد خیالش راحت شد،
حالا نیاز داشت تنها باشه تا یه استراتژی از خدا دریافت کنه، چون پر از نیاز بود عزیزان، پر از ترس بود، دیگه حق بازی های او هیچ کارآمدی نداشت. او باید فقط به مرج مراقبت نزد خدا نزدیک میشد. و کلام خدا میگه یعقوب در اون پستو تنها موند. حالا آماده هستی؟ مهمترین و حساسترین قسمت پرده نمایش رو بشنوی؟ آماده ای؟ با تمرکز؟ یک مرد از تاریکی بیرون میپره و تا صبح با او کشتی میگیره. یعقوب پیش خودش حتما کلام خدا ننوشته، من دارم میگم، شاید فرشته نگهبانمه، در جواب دعام اومده، میخواد کمکم کنه، ولی چرا داره لط و پارم میکنه؟ چرا داره با من این رفتارو میکنه؟ گیج شده بود نیست؟ ولی او خداوند بود عزیزان. ظهور مسیح قبل از تجسم که در الهیات به اون میگن تئوفانی، او عیسی بود، سازنده جهان هستی، او عیسی بود، نفر چهارم در کوره آتش، او عیسی بود که در دانیال در چاه شیران کنار او بود. اما چرا با این حالت داره او رو برکت میده؟ یعقوب رفته بود دوباره برکت بگیره، برکت ندهی نروم، رفته بود برکت بگیره، نیست؟ تشنه برکت بود، تمام این کارها رو برای برکت کرده بود. زن 24 سال فریب، مردی دسیسه‌گر که سالها مرزها و حدودها رو به نفع خودش انتقال داده بود، مردی که تشنه نفوذ بود، مردی که تشنه شهرت بود، کسی که بیقرار موفقیت و برکت بود و دائما خودش رو حق به جانب میدونست، باید خدا با او ملاقاتی متفاوت میکرد. آمین. ما چه بسیار دعا میکنم، خدای بیا من رو ملاقات کن، بیا زندگی من رو لمس کن، ازدواج من رو لمس کن، و این امر بر ما مشتبه میشه. همیشه لمس خدا مثل یک آغوش بوسه ناز. آخه پرنده ها رو دیدم، نور اومد. ولی بزرگترین برکتی که افراد یعقوب صفت نیاز دارن اینه که دیگه یعقوب خوانده نشن. این نیاز یعقوب بود، نیست؟ در باب 32 آیه 28 میگه، خداوند میگه از این پس، وقتی حالش جا آورد، از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، تا بدونی خدا غالبه، خدا حکرانه. اسرائیل یعنی کسی قدرت یافته از قدرت و حکمت خدا، نه از ترفندهای خودش. و این برکت و ملاقات با خدا بود عزیزان که باعث شد با ران شکسته، لباسهای تیکه پاره، ولی با شخصیتی متفاوت از اون پستو بیرون بیاد. این برکت خدا بود که باعث توبه عمیق در او شد، و این توبه عمیق بود که برادر بزرگ او که خدا نشناس بود و دنبال لذت‌های آنی بود و می‌خواست هر جا او رو بکشه، فقط می‌بینیم عیسی چطور دگرگون میشه وقتی او رو می‌بینه. در پیدایش باب 33 من فقط چندی آیه از این باب همینطور گلچین کردم که مفهوم رو برسونه. پس یعقوب چشم خود رو باز کرد، دید که اینک عیسی می آید، 400 نفر با او هم همراه هستند و خودش اول از آن در پیش رفته، 7 مرتبه رو به زمین نهاد تا به برادر خود رسید. یعنی چند قدم می رفت دوباره به رو می افتاد عزیزان، به حالت تعظیم‌گونه. دوباره چند قدم می رفت دوباره به رو می افتاد. متوجه این عزیزان؟ تبدیل رو می بینیم؟
و عیسی میگه دوان دوان به استقبال اون اومد. وقتی حال و روز اون رو دید، فروتنی اون رو دید، اون رو در بر گرفت، به آغوش گرفت، بوسید، هر دو گریستن. بعد کنیزان اومدن جلوی عیسی تعظیم کردن، بعد لیو فرزندانش اومدن جلوی او تعظیم کردن، بعد راحیل و یوسف اومدن جلوی او تعظیم کردن. و یعقوب میگه چه جمله زیبایی، چقدر فروتنانه، حالا اگه در نظرت التفات یافتم پیشکش های من رو بپذیر، زیرا که روی تو رو دیدم انگار روی خدا رو دیدم، چون که من رو منظور داشتی پس هدیه من رو که به حضورت آوردم بپذیر. و عیسی وقتی توبه عمیق او رو میبینه، بازم اینجا فکر خودمه که تو اون لحظه میگه برای برادر حق باز من چه اتفاقی افتاده؟ او خدا رو ملاقات کرده، او خدا رو ملاقات کرده عزیزان. و این توبه حقیقیه که قلب برادرش رو عوض کرد، به جای کشتن او رو غرق بوسه کرد. عزیزان فقط توبه آبکی بدون اصلاح خطاها، بدون جبران، اعتبار توبه ما رو زیر سوال میبره. یعقوب رو نمیشنوی که بگه متاسفم، اوکی اشتباه کردم، ببخش دیگه منو، گفتم دیگه. هفت بار به رو میفته. اگر توبه هست، توبه که دل تو رو ریش کرده، باید ثمری داشته باشه. آیا فریب دادی؟ آیا از اعتماد کسی سوء استفاده کردی؟ آیا قضاوت ها و حکم های ناعادلانه به خاطر نفوذ و زیرکی خودت صادر کردی؟ آیا کسی رو خراب و بی اعتبار کردی؟ آیا در کلیسا رنج و جدایی ایجاد کردی؟ آیا خودتو دائما حق به جانب میدونی؟ میخوام با اقتدار کلام خدا به تو بگم، هر چقدر که سرود بخونی، هر چقدر که موعظه های گوش بدی، کتاب هایی رو بخونی، موعظه های بکنی، یا خودتو دائما حق به جانب بدونی، یا خودتو به کوچه علی چپ بزنی عزیزان، میخوام بگم ادامه بده، ادامه بده. ولی تو هرگز برکت خداوندی رو دریافت نخواهی کرد. عزیزان برکت خداوندی گفتم نیست؟ خیلی ها میبینی خدا رو هم ندارن، چه چند تا خونه و آپارتمان و زمین و شرکت و ماشین آخرین سیستم زیر. این برکت تمگونه خودشونه نیست؟ اون برکت خداوندی یه چیز دیگه هست، از یه ریشه دیگه میاد. تو هرگز پادشاهی خدا رو تجربه نخواهی کرد. یعقوب هفت بار به رو میفته در برابر عیسی. وقتی در اون لمس خدا اجازه میدی فکرای خدا، شخصیت مقدس خدا بر تو غلبه کنه، او در ما و دیگران عمل میکنه عزیزان. وگرنه مشکل رفع نمیشه، به زیر زمین میره. هر بار با یه مسئله مثل یه قدهی دوباره سر باز میکنه. متاسفانه ما چه بسیار در تمام کلیساها در مورد بخشش موعظه میکنیم، اگه نبخشی بخشیده نمیشی، دشمن تو دوست داشته باش ببخش. و چه به ندرت در مورد طلب بخشش و توبه کردن که اساس پادشاهی خداست صحبت میکنیم. میخوام از نتایج برکات طلب بخشش بگم عزیزان. برطرف کننده لعنت های دیرینه ای که در زندگی ما نسب نسایی افکنده، پاک میکنه زنگارهای قلب من و تو رو و طرف مقابل رو. عزیزان در حضور تو طرفی که بهش صدمه زدی فروتن میکنه. و همجور طلب بخشش یکی از نتایج فوق‌العاده‌اش اینه که پاسخ گیر افتاده دعاهای تو رو باز میکنه. تو مزمور 66 میگه اگر بدی رو در دل خودم منظور میداشتم، ای خداوند تو مرا نمیشنیدی. توبه عزیزان و هدیه عشق که آمین که روزی در کلیسا احیا بشه، به لحاظ روحانی ما رو از اون عدم حیات روحانی، خشکی روحانی نجات میده.
از اون توبه بزرگترین هدیه به پیروان خودشه. توبه سرچشمه محبت به عیسی و دیگرانه. توبه باید عمیق‌ترین دعای یک ایماندار بشه. خدایا دلی توبه کار به من عطا بفرما. توبه سبب میشه اشکایی که به خاطر مسائل بی ارزش ریخته میشه. شوهرم این کاری که از زنم این کاری که آخه الهی بمیرم برای خودم. این شد اون شد همه اینا باز میسته و به جاش غم و اندوهی روحانی قلب و جان تو رو در بر میگیره که به سرورهای شادمانی مبدل میشه. توبه جایگاه بسیار مطرح و رفیع در پیام یحیی، پیام‌های عیسی، پیام یوحنا به هفت کلیسا، پیام پتروس در صبح پنتیکاست داشت. توبه کنید زیرا پادشاهی خدا نزدیک است. چون که توبه آغازگر پادشاهی آسمان در دلهای ماست. چی میاره؟ آرامش، شادی حقیقی و شفا از زخمای گذشته. اما واقعا دریقا که این آیین مقدس انابت و توبه چقدر نادر و کمیاب شده در کلیساها. حتی در مراسم عشای ربانی که قلب تپنده کلیساست ما ندیدیم و نمیبینیم که کسی بیا جلوی صلیب توبه کنه و اشک ندامت بریزه. من خودم خیلی زمانها عزیزان در اون تکبر و خودبینی خودم تصور میکردم که چقدر حق با من بوده. فکر میکردم فقط خدایا منو به جایی برسون که بتونم فلانی رو ببخشم. نیست؟ فقط همه هدفم این بوده. ولی وقتی نور و روشنایی خدا بر اون زوایای تاریک قلب من تابید، فهمیدم من اصلا فهم و حکمتی ندارم، بینشی ندارم که بخوام تشخیص بدم. و این هدیه اشک و ندامت بود که وقتی خدا عطا کرد باید میرفتم طلب بخشش میکردم، نه بگم تو رو بخشیدم، فلانی رو بخشیدم. یادم بارها و بارها تو این تله افتاده بودم و وقتی خداوند فیض بخشید تنها چیزی که با اشکا در حضور خداوند میابردم، بله خداوند، بله خداوند، تو بر حقی، در آنچه که بر من آوردی تو بی عیبی، به تو گناه کردم، اول در نظر تو این بدی رو کردم، تو بر حقی خداوند. عزیزان بیاین زیر دست زورآور خداوند فروتن بشیم و بگذاریم خدا بر این همه یعقوب درون همگی ما که هست، مال بعضی ها بیشتره، مال بعضی ها کمتره، مال بعضی ها خیلی ریشش دوونده، غلبه بیابیم تا توبه و بازگشت یک شخصیت اصیل و واقعی به ما بده. به روح القدس در این روزها اجازه بدیم که مسائل رو جلوی چشمای ما بیاره. دیروز وقتی مزمور 126 رو میخوندم که امروز رومینا جان خوند و سرودش رو خوندیم، به دعای خودم، دعای قلب خودم، زبان خودم اینطور نوشتم: ای خداوند اسیران ما رو باز آورد، اسیرانی که در روح عدم توبه به سر میبرن، چون این اسارت عزیزان، اسیرانی که در روح عدم توبه برای گناهانشون به سر میبرن، عنایت کنه خداوند. آنانی که با اشکای توبه میکارن، با ترنم درو کنن، آنانی که بذر خود رو با اشکا میکارن، با فریاد شادی و خوشی که فیض توست محصول فراوان، در سلامتی و رهایی آزادی دریافت کنن. عزیزان ما به طور طبیعی بینایی کدر داریم، ادراک معیوب داریم و هرگز من که اینجا هستم مستثنا نیستم. چقدر در این هفته واقعا در حضور خدا من ناله میکنم: ای خدا من دارم این پیام میارم، اول به خودم این فیض توبه رو عنایت کن. نبود، هیچ چیزی نبود، نه اینکه من گناه نداشته باشم، به جایی رسیدم که این فیضه، این رحمته، فقط باید چشمامو به او بدوزم. من نمیتونم دست خدا رو بپیچونم تا این روحو به من بده. عزیزان من متفاوت نیستم، چه بسیار بیشتر از شماها میلغزم،
و من نمیخوام با مدارای منحرف شده و آسانگیری و سازش با این یعقوب، نفس یعقوب گونم، در حال ترویج نقشه شیطان در کلیسا باشم. من که کلامو میارم، به نظر من پیام آوران باید توبه کارترین فرد در کلیسا باشن. عیسی به زودی میاد عزیزان. وقتی عیسی برای بردن عروسش بیاد، قطعاً کسانی گرد او خواهم بود که نه فقط روز نجات توبه کردن، نه فقط هر از گاهی توبه کردن، بلکه در اون روح فروتنی و توبه زندگی میکنن. همطور که عیسی شروع خدمتش رو انتخاب کرد، شاگردانی که نهضت توبه رو پایگذاری کرده بودن، شاگردان یحیی بود نیست؟ شاگردان یحیی بودن. اینا رو گلچین کرد. توبه کنین عزیزان، توبه کنیم. این دعوتی قاطع است برای زمانهای آخر. توبه کنید، زیرا توبه شکننده لعنت‌های دیرینه است در ما. توبه کنید، زیرا توبه متوقف کننده دروهای امورات منفی و تکراری در زندگی ماست. توبه کنید، توبه کنیم، زیرا پادشاهی خداوند نزدیک است. میخوام آخرین جمله رو با یک قدیس که 400-500 سال اثرت او، اثر چیزهایی که نوشته کلیساها رو متبدل کرده، توماس اکپس، با این تموم کنم، که نوشته این آرزوی قلب منه و دعای منه، آمین که برای هممون باشه، میگه من هر گونه تسلی و آرامشی را که اثر توبه رو در قلب من از میان میبره نمیپذیرم. نیست؟ خیلی از ما خیلی گول میخوریم، تو تله میافتیم، فقیدش در آرامش، در شادی هستم، پس این نشانه اینه که من هیچ گناهی ندارم. من هم میگم ببین، یونس تو مؤخر کشتی خسبیده بود، راحت داشت فرار میکرد، در اراده خدا نبود، در آرامش خیلی بیشتر است و در آرامش و شادیه. من هر گونه تسلی و آرامش رو که اثر توبه رو در قلب من میان میبره نمیپذیرم، زیرا آنچه عالیست مقدس نیست و همه امور خوشایند نیکو نیستن. همه آنچه که به نظر ما خوبه، آرام بخشه، مطلوب خدا نیست. باشد که خداوند به من و ما فیض توبه عطا فرماید. آمین. سرهای خودمون رو خم کنیم برای چند لحظه. ای خداوند، ای قوت ما، تنها تویی که میتونی روحی توبه، توبه حقیقی، اون در ریش کردن رو در من ایجاد کنی. تنها تو میتونی دل سخت منو نرم کنی. ای روح القدس، به تو اجازه میدم در حضور خانواده روحانیم که هر مسئله ای رو پیش چشم من روشن کنی. از تو میخوام، از تو عاجزانه میخوام، در روزهایی که پیش رو داریم، در روزهایی که آمدن تو نزدیک، تو بر دری، ای روح القدس دل سخت منو نرم کن، چون که اینو ایمان دارم کیست خدایی مانند تو که گناه ما رو میبخشه، گناه های توبه کرده رو میبخشه. کیست خدایی مثل تو که عاشق احسان نمودنه؟ کیست خدایی مثل تو که عاشق اینه که چیره بشه در اون توبه و اعتراف های ما بر گناه های ما؟ تو ما رو از اون اسارت عدم توبه، بندهای لعنت دیرینه، نکبت، نفرین‌هایی که پشت ما هنوز این یه بند آویزونه، آزاد کنه. کیست مانند تو ای خدا که عاشق آمرزشی، عاشق بخشیدنی؟ پس ای خداوند، دلی توبه کار و هدیه عشق رو به من عطا بفرما، چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم و دعا کردم. آمین.